مهربان خدای پر امان قدر من لیدونکو به هم تاسو خپل سلامونه وړاندې کوم. هغه زرو خبرونه ده په دغه خبرونه کې زه او زما همکار مرسل منصوري تر لسو بجو پورې ستاسو په خدمت کې یو په بیلابیلو موضوعاتو باندې له بیلابیلو میلمنو سره بحث او خبرې اترې لرو. د اوس لپاره هم ملي دفاع وزارت خبر ورکوي چې القاعده یو ځل بیا په افغانستان کې د غښتلې کېدو او د بریدونو د زیاتېدو هڅه کوي. ملي دفاع وزارت د القاعدې د بیا راټولېدو د هڅو تر شا د سیمې د استخباراتو لاس هم ګڼي. په دې اړه په موږ دغه چمتو کړی ریپورت ته وروسته بیا هم بحث لرو. په دې موضوع باندې همزمان با گسترش نگرانی ها از حضور داعش در برخی از ولایت کشور، وزارت دفاع ملی میگوید که القاعده نیز با حمایت از استخبارات منطقه یک بار دیگر در حال منسجم شدن است تا فعالیت های حراس افکاران خود را ادامه دهد. القاعده بعد از شکست خود، بعد از بین رفتن رهبر معنوی ایشان به طرف کشورهای عربی و مناطق کشورهای افریقای شمالی رجوع کردند، ولی حالا هم کوشش دارند که از وضعیت نامطمئن که در منطقه از اثر عدم همکاری بعضی کشورها به وجود آمده میخواهند که در افغانستان باز به گهواره سازی بکنند. آقای رادمنش میگوید که شبکه القاعده در برخی از مناطق پکتیکا، ننگرهار، کنر و بدخشان به شکل پراگنده وجود دارد که میخواهند منسجم شوند، اما داعش آنان را نمیپذیرد. فرمانده نظم عامه وزارت امور داخله نیز میگوید که برای آنان داعش، القاعده و دیگر گروه های دهشت افغان یکسانند. کسایی که میجنگند، کسایی که امروز در برابر مردم افغانستان قتل میکنند، خون میریزند، کسایی که خون هم وطنان ما رو میریزانند یا دشمنان مردم افغانستان هستند و برای بیگانه ها کار میکنند. کسایی که خون مردم افغانستان رو میریزند لذت میبرند چی القاعده است، چی داعش است، چی طالب است و چی امثالش است. کلش قاتلین مردم افغانستان است. کلشان عزت مردم افغانستان زیر پای میکنند و نوکر مردم هستند. نگرانی ها از فعالیت های حراس افکنانه گروه های تروریستی در حال است که حکومت افغانستان نیز به تمام نیروهای کشور دستور جنگ در برابر تمام گروه های دهشت افکن را صادر کرده است و عملیات تحت نام شفق را نیز از آغاز سال اعلام نموده است. در بحث لپاره الماس را په استودیو کې محمد نواب منګل د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړی په استودیو کې دا ورسره بحث او خبرې اترې لرو. منګل صاحب استودیو ته خراغ لست کورمه ده خوشحال اوسئ. مننه له تاسو نه. هم څومره د دې اندېښنې شتون لري چې له یوې خوا د القاعده په اړه اوس د دفاع وزارت راځي خپله اندېښنه څرګندوي، له بلې خوا په افغانستان کې لکه داعش همدارنګه طالبان خپلو فعالیتونو ته پراخوالی ورکړی، تاسو په اوسنیو شرایطو کې دغه اندېښنه څومره پر ځای بولئ او د افغانستان وضعیت څه ډول ارزوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو تخنیکي همکارانو او د تلویزیون ټول لیدونکو ته وړاندې کوم. په مجموع کې هغه ډلې چې د افغانستان د خلکو د آرام ژوند د نرمولو لپاره هڅې کوي د افغانستان د خلکو دښمنان دي، او دا د منطقې استخبارات د خپلو شومو اهدافو د رسېدو لپاره په دغو ډلو باندې مختلف نومونه ایږدي چې لکه اول القاعده وه، وروسته طالب شو، طالب نه وروسته بیا داعش را پیدا شو. زه فکر کوم په مجموع کې دوی اهداف دا دي چې د منطقې استخبارات په دې ساحه کې خپلو اهدافو ته ورسوي. زه فکر کوم چې اندېښنې شته دي، خو په هماغه اندازه چې تصور کېږي القاعده په یو نړیواله تروریستي ډله ده چې په نورو هیوادونو کې هم ځپل شوې ده، لکه په یمن کې یا په نورو هیوادونو کې. زه فکر کوم چې دوی به ونه کولی شي چې په افغانستان کې په هماغه شکل چې تصور کېږي لاسته راوړنې ولري، ولې د افغانستان د خلکو آرامه ژوند به لږ د خطر سره مخ کړي. اوس د افغانستان وسله وال ځواکونه هغه ځواکونه نه دي لکه 15 کاله مخکې، 16 کاله مخکې. په جنګ کې ډېره کافي تجربه پیدا کړې ده.
همدارنګه د قطعي حمایت نړیوال هم د دوی تر شا ولاړ دي. زه فکر کوم لکه څنګه چې په افغانستان کې شومه پدیده د داعش په نامه وځپل شوه او ډېرې زیاتې لاسته راوړنې هغه تصور چې کېده لکه نورو هیوادونو کې چې داعش باید پرمختګ کړی وای په افغانستان کې دوی ونه کولی شول چې پرمختګ وکړي. زه فکر کوم که القاعده ډلې هم همدغسې په ولایتونو کې ځپل کېږي خو جنګ کې دوامدار بدبختي رامنځته کېږي. کله چې جنګ دوام لري د افغانستان ولسونو ته توان پکې رسېږي، ستونزې پکې رسېږي، مکتبونه ورنېږي، پلونونه ورنېږي، شپخانې ته توان نه رسېږي. په مجموع کې یوه ستونزه شته خو دا ستونزه په موږ باندې تحمیل شوې ده. دا یو منطقوي او د استخباراتو جنګ دی په دې ساحه کې د افغانستان ولسونه پکې قرباني کېږي. موږ هوډ لرو چې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو تر څنګ د افغانستان ولسونه، د افغانستان حکومت په قطعي ډول ودرېږي، د دوی حمایت وکړي تر څو دغې پدیدې ته په هر عرصه کې ماتې ورکړي. تاسو ویلي چې داعش او القاعده ډلې نه شي کولای په افغانستان کې په هغه شکل باندې چې په نورو هیوادونو کې خپلو فعالیتونو ته پراخوالی ورکړي. څه فکر کوئ دا هغه ډله چې اوس په خپل افغانستان کې فعالیت کوي کومه ډله ده؟ آیا دا هم هماغه لکه د نورو ګاونډیو هیوادونو په لخوا دلته تمویلیږي یا دا چې خپله د افغانستان غړي دي چې لکه چې وایي کورني طالبان یا افغاني طالبان، دا څوک دي؟ ګوري د منطقي استخبارات کوشش کوي چې یو نوم ورکړي، کله سپین بیرغ په لاس کې ورکړي د اسلام د بیرغ لاندې، کله تور بیرغ په لاس کې ورکړي، کله د بیا د مخې تړلی وي مطبوعاتو ته ښیي تر څو دوی خپل اهدافو ته په افغانستان او په سیمه کې ورسیږي. زه فکر کوم چې دا د منطقې د استخباراتو هڅې دي چې یوه هڅه یې ناکامیږي بیا بله هڅه سره مخته کوي تر څو دوی شومه اهدافو ته ورسیږي. ما مخکې په خپلو خبرو کې وویلې چې زموږ وسلوال ځواکونه لکه 15 کاله مخکې چې وه په هماغه شکل نه دي، ډېر غښتلي شوي دي، ډېره تجربه یې پیدا کړې ده. د اوس د اوسنۍ عمري عملیات چې د طالبانو ناوړه عملیاتو په نامه اعلان کړي وه، تاسو یې نتیجه په خپله ولیدله چې په کندوز کې په هلمند کې هغه دوی کوم چې هوډ درلود د افغانستان وسلوالو ځواکونو د پشاوتن بولو دوی ته ډېره سخته ماتې ورکړه. نو زه باور یم په خپلو وسلوالو ځواکونو باندې اعتماد لرم چې دوی به د القاعدې او نورو جنګي ډلو چې د افغانستان د خلکو د بربادۍ لپاره کار کوي او د نورو استخباراتي ډلو استخباراتي شبکو لپاره کار کوي د بوځپی او د افغانستان کې به دوی ته د مجال نور کوي چې دوی ته خپل تخریبي او د ویرانې کورونه په سر ته ورسي. بلې، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، لا څنګه داعش او القاعده ته د داعش او القاعده پر وړاندې افغان ځواکونه پیوړي دي او غښتلي دي او هغه تګلاره چې د داعش او القاعده ډلې پر وړاندې دوی کاروي، ولې د طالبانو پر وړاندې دغه تګلاره نه کاروي تر څو هغوی هم لکه دغه ډلې په شکل خپل فعالیتونو ته ونه شي کولای پراخوالی ورکړي او وځپل شي؟ زه فکر کوم چې داعش په ځینو ولسوالیو کې لکه په ننګرهار کې او یا په بدخشان کې هلته دوی سنګرونه نیولي وه او طالبان اکثرا چریکي عملیات اجرا کوي، د ویرې پیښې رامنځته کوي لکه څه موده مخکې چې په کابل په محمد خان کې دغسې پیښې وشوه. طالبانو داعش او القاعده تګلاره کابل، زه فکر کوم چې په ځینو ولایتونو کې دوی سره ټکر هم دي او دا د مختلفو استخباراتي سازمانونو لخوا اداره کیږي. دوی هر یو یې ځان ته تکتیک دی جنگ غوره کوي. زه فکر کوم چې منګل صاحب که د موخو په اړه مونږ ته وایي څه موخې لري د درې وړو ډلو موخې هم په افغانستان کې فرق کوي؟ فکر کوم چې طالبان هم په داخیرو کې تقسیم شوی وي. طالبان ته ټولو نړیوالو ته معلومه ده چې طالبان څه پیدا کړه، چیرته پیدا شوه، چا تجهیز کړه، چا لوی کړه، چا راولېږل او څوک یې سپوټوي او څوک یې اوس د منافعونه دفاع کوي. دا ټولو نړیوالو ته معلومه ده چې دا د پاکستان هیواد دی، پاکستان کې پیدا شول، لوی شول، تجهیز شول، اکمال شول او د افغانستان د ورنۍ لپاره او د دوی شته ستراتیژیکو اهدافو د رسېدو لپاره یې کړی وي. زه فکر کوم په اخیر کې ځینې ډلې د طالبانو خوانه جدا شوي وي، ځینې ګروپونه یې فکر کوم چې مستقیم یا غیر مستقیم د ایران هواد هم اکمالوي تجهیز کوي تر څو دلته یو شکل مخنیوي د امریکا ته د یو چیلنج په شکل دلته ونمود کړي چې دلته د امریکایان خپل اهدافو ته ونه رسیږي. زه فکر کوم چې مختلف هیوادونه یې د مختلفو اهدافو لپاره
دغه ډلې کاروي. اوس داعش او القاعده په افغانستان کې د چاله خوا تمویلېږي. ګوري د په افغانستان یو داسې هوا دی چې هلته ډېره زر سربازګري کېږي. کله چې یو څوک وغواړي چې دلته سربازګري وکړي په ډېره اسانه سره خلک بیکاره دي، خلک بېسواده دي، په دې متعقین دي چې موږ مسلمان یو، او کله چې د کفر او د مسلمان کلمه دوی ته د ځینې ندرستو علماو لخوا ورته ورکول کېږي ډېر زر سربازګري ته مده کېږي، او دا ښه او بد نه شي تشخیصولی، او هغه حلقې چې پر راس کې قرار لري او دوی نه استفاده کوي هغه ډېر زر استعمالوي. زه فکر کوم چې دوی ټول اهداف په سر کې یو دی، یعنی هغه هر څوک کې اکمالوي د هر هدف لپاره اکمالوي، دوی دی شخصي اهداف لپاره دوی قرباني کیږي، او موږ د افغانستان ولس د دوی دردونه وچتو. زه فکر کوم چې په مجموع کې هغه استخباراتي ادارو ته دوی کار کوي چې دی یو له خوا دي تجهیز کیږي، اکمال کیږي، او په مقابل کې پیسې ورته ورکوي. خاله منګل کچری وسله وال مخالفین د دولت او هغه طالبان چې نه غواړي وسله سولې مذاکرات ته حاضر شي، کچری دوی هم د سولې مذاکرات ته حاضر شي، آیا داعش او القاعده به د افغانستان لپاره سترګ وخوي؟ زه فکر کوم کته سودا زمونږ ته ودرشاته د شکلن تاریخ ته چې جګړه روانه ده په دې ملک دیار لسو و پنځه سم کال نه مختلف ډلې د مختلف هیوادونو لخوا په مختلف باندې روزل شوي دي، په نمونه باندې روزل شوي دي، تر څو د یغه ملک د استخباراتو لپاره کار وکړي، او د ځینو نړیوالو هیوادونو د اهدافو د رسیدو لپاره دلته استعمال شي. زه فکر کوم چې په اخر کې هم بیا همدا په دې خبره موږ بیا سره سلا کیږو چې همدغه ډلې چې دلته د افغانستان د ورنۍ لپاره جوړیږي دا د بروني استخباراتو لپاره کار کوي، او د افغانستان د خلکو د بدبختۍ لپاره په کار اچول شي. تاسو د اوسنۍ جګړې لپاره د افغان ځواکونو وړتیاوې څه ډول ارزوي؟ آیا هغه تجهیزات او وسایل چې افغان ځواکونو ته د ګاونډیو هیوادونو لخوا همدارنګه د افغان حکومت په افغان حکومت سره دی، یا کفایت کوي، او کنه افغان حکومت دې ته اړتیا لري چې له نورو هیوادونو لکه روسیه، چین، ستر هیوادونو، امریکا دوی څخه داسې وسایل واخلي تر څو هم دوی په نورو هیوادونو پر وړاندې چې دوی پر وړاندې کاروي، لکه په کونړ ولایت، نورستان ولایت باندې کوم بریدونه چې د پاکستان لخوا کېږي دوی هم وکاروي، آیا لري او کنه؟ زموږ وسلوال ځواک لکه څنګه چې په دې منطقه کې مخکې بیخي خپل هویت له لاسه ورکړی و، موږ هیڅ وسلوال ځواک نه درلود. هغه صنفونه چې په وسلوالو ځواکونو کې خصوصا د ملي دفاع وزارت کې موجود دي، اکثره صنفونه، پیاده صنفونه زموږ اکمال شوي دي، تجهیز شوي دي، فقط د هوایي ځواک او همدارګه دوربور د توپچی ځواک او همدارګه زیردار موږ کمبوت یو. زه فکر کوم د اوس د نوې رهبرۍ سره د دولت د ملي وحدت زه فکر کوم هغه حالې ځلې چې روانې دي، هغه تفاهم چې د زموږ ستراتیژیک او نړیوال همکار ایالات متحده امریکا سره کومې ناستې روانې دي، زه فکر کوم چې دوی هم هوډ لري، او زموږ نظامي ډاکټرین چې په دفاع وزارت کې قرار لري دې ته هڅول شوي دي، او دی دا په دې متحد شوي دي چې باید افغانستان وسلوال پاتې صنفونه اکمال، تجهیز، او د نړیوال لخوا خصوصا د امریکا لخوا تجهیز شي. زه فکر کوم چې په هر صورت کې موږ په دې جغرافیه کې زموږ اردو باید معدل اردو اوسي، هم د ایران سره هم د پاکستان سره، که چیرې دا اردو په دې شکل نړیوال موږ ته اکمال نه کړي دمدار به موږ د چلوشونو سره مخامخ کیو. همون هیله ده چې زموږ اردو د دې جغرافیې د هیوادونو معدل اردو اکمال کړي، تر څو دوامدار هغه حرکتونه چې د دې منطقې د دې جغرافیې د استخباراتو لخوا د خپلو شومو اهدافو د رسېدو لپاره په دې ملک کې غواړي ورسېږي د هغو مخه ونیسي. ښاغلی منګل، امریکا که چیرې افغان حکومت وصل امریکا څخه وغواړي ستاسو په اند هغه وسایل او تجهیزات چې افغان ځواکونه ورته اړتیا لري په واقع به یې ورکړي، ولې په تېرو دیارلسو کلونو کې په دې باندې پوه نه شو امریکا چې افغان ځواکونه هم دغه تجهیزاتو ته اړتیا لري؟ که چیرې موږ وایو چې خپله یې په دې باندې پوهاوی نه درلودو یا خبر نه وو، مهال ده چې په یو شمېر عملیاتو کې چې افغان ځواکونه پاتې راتلل امریکایي ځواکونه به له دوی سره همکاري او مرسته کوله، څه فکر کوئ د دې پر ځای چې دغه مرسته یې کوله ولې افغان ځواکونه په هماغه وخت کې نه تمویلوه؟ زه فکر کوم دوه هدف دي، دوی د نه اکمال موجود و،
یو دا چې د اردو چې ته ورته تربیه نه کې او هغه وسایل او تجهیزات چې ورته ضرورت دي مخکې نه مخکې باید ته افسران سربازان او بریدملان باید ورته تربیه شي یغه نه بعد وسایل باید په اختیار کې ورته ورکړل شي یو دوهمه فکر کومه چې هلته یو قوي اراده په دفاع په وزارت په چوکاټ کې په تېرو وختونو کې موجوده نه وه چې دا ما څو ځله د تېرو حکومت د حامد کرزي حکومت د وسلوالو ځواکونو خصوصا د ملي دفاع وزارت له ځینو چارواکو سره دغه اندېښنه شریکه کړې وه د اراده موجوده نه وه یو چې دی قطع کار وکړي تاسو په دا وختو کې لیدلی وي چې د افغانستان حکومت د نړیوالو لخوا خصوصا د ایالاتو متحده امریکا لخوا موږ ته جنګي الوتکې په اختیار کې ورکړل شوې چې زه فکر کوم چې دې کال تر اخره پورې به دغه تعداد لا نور هم زیاتېږي چې ښه نتیجه یې په دغو جنګونو کې لکه په کندوز کې په هلمند کې په کونړ کې په ننګرهار کې د دښمن په ځپلو کې ورکړې ده زما په نظر اراده نه موجودیت او د اردون نو په بودن چې نوې په ارسته یې کې و دغه دلیل لو چې اکمل شوی نه و زه فکر کوم اوس د افغانستان وسلوال ځوکونه د کیفیت نگانه اکمل شوی دي د کیفیت نگانه هم تکمیل شوی دي فقط تجهیزات او وسایل په اختیار کې ورته ورکړل شي هغه د سمفونو د ضرورت په اساس چې په ملي اردو کې باید موجود وي اکمل کی زه فکر کوم چې اراده د افغانستان وسلوال ځوکونه ک جنرال دی ک افسر دی ک بریدمل دی ک سرباز دی اراده دې لري چې د دښمن د افغانستان د خلکو دښمنانو په مقابل کې وجنګیږي مونږ ښې بیلګې په ولایتونو کې لرو دغه څه قهرمانۍ مونږ هلته لرو چې د مطبوعاتو نه او د مرکزي حکومت نه ډېر لرې پاتې دي اما هغو د خپل ځان د وینو په تویولو سره دښمن ته دې مجال نه دی ورکړی چې د دوی خپلو شومه اهدافو ته ورسېږي ښه بیلګې په پکتیا کې دوه میاشتې مخکې یو عملیات چې دی ډیورند کرښې په سطح باندې د پاکستان د ملیشي په حمایت باندې زموږ په سرحدي ځواکونو باندې وکړه په دې کې دښمن ته ډېر تلفات ورسېدل او دې ته دا مجال ورنکړ چې د افغانستان د خلکو آرام ژوند نارامه کړي منګل اوس کومه تګلاره چې د افغان حکومت لخوا غوره شوې ده د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره د ترهګرۍ د فعالیتونو د پراخېدو څخه د مخنیوي لپاره څومره غوره ده او په اوسنیو شرایطو کې او یا افغان ځواکونه د دې وړتیا لري چې دغه تګلاره پلی کړي زه فکر کوم چې کومه تګلاره چې اوسنۍ تګلاره د افغانستان د رئیس جمهور لخوا د ملي شورا سره په فوق العاده غونډه کې چې جنگ وکړو کسوله زه فکر کوم په دوړه حالتو کې دا تګلاره ډېره ماسره تګلاره ده زه فکر کوم کچیرې دغه تګلاره لس کاله مخکې یا اته کاله مخکې په کار چول شوی وای ډېرې لسره راوړنې به درلودلې متغیر نظامي سیاست لري او زه فکر کوم دا ډېر ګټور تمامېدای شي یو خواته کچیرې په دښمن باندې فشار رانه وړي هغه سولې ته نه کینی کله چې د فشار لاندې راشي سولې ته کېنسته یعنی فکر کوي په دغه تګلارې سره به دښمن تر فشار لاندې راشي یا دا چې دښمن هم د افغان ځواکونو پر وړاندې خپل تګلارې ته بدلون ورکړي طالبانو هغه عملیات چې د عمری په نامه اعلان کړ دوی هغه سیاسي فشار وو چې په دغه وخت کې پاکستان هم د څلور جنبه خبرو د سولې خبرو نه ځان وایستلو التی طالبانو ته موقع ورکړ چې په افغانستان کې باید عملیات فعال کړي نو زموږ د لپاره هم پکار دي د حکومت لپاره زموږ د نظامیان لپاره چې کوم ځای کې چې جنگ ته ضرورت جنگ وکړي او کوم ځای کې سولې ته ضرورت سولې وکړي خو کله هغه وخت سولې کې مې بدای شي چې په جنگ کې دښمن ماتي وخري زه فکر کوم چې په جنگ کې دښمن اوس ماتي خوړلې ده هغه توان نه لري فقط د افغانستان د خلکو د وینو تویولو لپاره لاس پکار شوی دي چې ریکي عملیات کې بم نه کار اخلي او د سړک پر غاړه باندې مې نه یګدي ترور کوي زه فکر کوم دا په دې دلالت کوي زه فکر کوم چې دوی هغه جنگي ماشين ارزه دار شوی دی ارزه پیدا کړی ده په شکل چې دوی اراده درلودله او تصور کړو چې طالبان به دومره غښتلي وي دوی خپل هغه جنگي ماشين لاس ورکړی دی زه فکر کوم چې اوس د افغانستان وسلوال ځواکونه په دې توانېدل شي چې دوی ته پاره رسکه ماته وري لا تاسو نه مننه کوم کور مده قدرمن لیدونکو په سټډیو کې الماسره د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړی محمد نواب منګل وو چې بحث او خبرې اترې هم درلودي دغه خبرونه دوام لري اما تر لنډې د میورسته
سلام خدا و عرض سلام خدمت شما بینندگان عزیز برنامه آغاز روز. در خدمت شما عزیزان هستم طبق هر پنج شنبه هفته هایی که در خدمتان بودیم با بخش ورزشی و مهمترین رخدادها و البته مهمترین رویداد ورزشی که در کشورمان و بر صورت در جامعه ورزشی ما اتفاق میفته با شما عزیزان بحث و گفتگو میکردیم. این پنج شنبه را اختصاص دادیم به فوتبال، رشته اول و محبوب مردم افغانستان که بر صورت در طول سالهای اخیر دچار تغییرات و تحولات خیلی زیاد شده و باعث شده که یک شور و شعف خاص در خانه های مردم و در بین جوانان و تمامی اقشار کشور عزیزم افغانستان به وجود بیه و باعث شده که یک روحی امید بخش را به مردم ما تزریق کنه. آقای سیدعلی کاظمی سخنگوی فدراسیون فوتبال در این برنامه خدمتشان هستیم و در خصوص جزئیات آخرین تغییر و تحولاتی که در فدراسیون فوتبال و فوتبال کشور ما با وجود آمده با ایشان صحبت میکنیم. مهمترینش که دیگه دیشب حتما در خبرهای ساعت 8 بجه مشاهده کردین، قضیه درخواست کشور فلسطین از فدراسیون فوتبال افغانستان مبنی بر میزبانی کابل از مساف تیم‌های فلسطین و سوریه بوده که خیلی اتفاق جالب است که اگر همچی اتفاق بفته میتونه یک جهش و یک گام بسیار بلند باشه برای آینده فوتبال افغانستان و به خاطر میزبانی های خود ما در کابل. آقای کاظمی سلام و درود، دیگه توضیحات میخوایم از زبان خودتان بشنویم. چی وقت فلسطینی درخواست کردن، چند روز میشه از درخواست اینا و تا چی اندازه این مراحل پیش رفته که ما بتونیم میزبانی بازی رو بگیریم؟ تشکر آقای دانش، سلام، صبح بخیر خدمت شما، خدمت تمام بیننده عزیز بعد تلویزیون آریانا نیوز، صبح همگی بخیر. بله، دو روز قبل مکتوبی و ایمیلی دریافت شد از طرف فدراسیون فوتبال فلسطین و درخواستی که شما یادآور شدین از فوتبال افغانستان و کشور افغانستان به خاطر انتخاب کشور سوم برای میزبانی بازی‌های دوستانه که فلسطین پیشروی داره و بتونه که مسابقات خود در کابل داشته باشه، که خوشبختانه فدراسیون فوتبال افغانستان آمادگی خود اعلام کرده برای فدراسیون فوتبال فلسطین. فقط منتظر ازی هستیم و ما تا نامه‌ای که به وزارت محترم امور خارجه فرستادیم تا از نگاه دیپلماسی و از نگاه دولتی بتونیم که ما چقدر آماده هستیم که در کابل میزبان دو تیم قدرتمند فوتبال آسیا باشیم و چقدر میتونیم که از اینا میزبانی کنیم در کابل و چقدر دولت آماده است و از نگاه ارگان دیپلماسی کشور چقدر آماده هستیم تا بتونیم از این میزبانی کنیم. اگه اونا جواب مثبت بده، فدراسیون فوتبال افغانستان کاملا آمادگی رو داره، مکانهای ورزشی که در اختیار داره و امکاناتی که در اختیار داره، استادیومی که در اختیار داره، در اختیار دو کشور فلسطین و سوریه قرار خواهد داد. فقط منتظر جواب دولت جمهوری اسلامی افغانستان هستیم که ببینیم که آیا اجازه میدن که این بازی در افغانستان برگزار شود. بسیار خوب، پیش از اینکه به وارد مسائل داخلی شویم، چه دلیل باعث شده که فلسطین بخواد که کابل را میزبان بازی خودش با سوریه بدانه و همچنین بازیایی که شما گفتین در آینده اونا میخواین که میزبانیشه در افغانستان بگیرن، چی دلایل باعث شده؟ آیا دل اونا رو از کشورهای عرب زده یا ای که نمیخواین که یک تحول عظیمی رو در فوتبال خودشون و همچنین برای ما به وجود بیارن؟ ما فکر میکنم که فوتبال افغانستان تونسته خودش معرفی کنه در بین کشورها با بازی اخیری که داشته و نتایجی که کسب کرده و همچنان جایزه فر پلی که افغانستان گرفت. لیگ برتر فوتبال افغانستان برگزار شد، حضور تماشاچیان افغان در استادیوم و همچنان گمان زنی هایی است که فلسطین، چون هنوز معلوم نیست که به چی دلیل کابل انتخاب کرده، ولی اصل موضوع همین است که فوتبال افغانستان حداقل تونسته خودش معرفی کنه و به عنوان یک کشور خودش معرفی کنه که میتونه میزبان مسابقات باشه. بازی که با پاکستان در کابل داشته میزبان پاکستان بودیم، یکی از دلایل عمدهش میتونه باشه که به صورت بسیار خوب برگزار شد و فیفا و اف سی مسابقه را تایید کردن. و همچنان حریفش سوریه است، سوریه حریف افغانستان بود در مقدماتی جام جهانی و باختای سنگین داشته. فلسطین فکر میکنه اگه در کابل برگزار کنه، حضور افغان ها در استادیوم و تشویق او برای فلسطین و همچنان روابط نزدیک که بین دو کشور هست، فلسطین و افغانستان، از نگاه مشکلاتی که در دو کشور دامنگیر شده، از نگاه مذاهب بسیار زیاد نزدیک هستند افغانستان و فلسطین و درد و رنجشان یکی است در سالهای اخیر و همچنان سوریه درد و رنجهای بسیار نزدیکی داره. من فکر میکنم فلسطین خواسته یک تحول داشته باشه و همچنان من فکر میکنم کشورهای عربی در اواخر نتونستن به درستی از فلسطین و سوریه میزبانی بکنم و فکر میکنم اونا کمی
آزرده هستند از کشورهایی که در گذشته داشتن و میخواین یک تجربه جدید در یک کشور جدید و هم یک کشور جنگ زده مثل افغانستان، مثل خود دو کشور جنگ زده است و میخواین تجربه جدیدی داشته باشن در کابل، که امیدوار هستم انشاءالله اگه بتونیم که دولت همکاری بکنه و ارگانهای امنیتی و ارگانهای دیپلماسی کشور ما بتونیم این بازی را در افغانستان داشته باشیم. یک تجربه جدیدی است برای فوتبال افغانستان و همچنان بعد از بازی پاکستان که ما میزبان بودیم یک محک دیگری است برای همکاران ما در فدراسیون فوتبال افغانستان که بتونیم یک بازی به این مهمی را ما میزبانی کنیم در کابل. حالا خب آمدیم و دولت قبول کرد میزبانی بازی فلسطین و سوریه را. فدراسیون فوتبال چی استفاده هایی میتونه کنه از این بازی دوستانه‌ای که در کابل برگزار خواهد شد؟ به احتمال زیاد استفاده زیادی میتونیم بکنیم. یک تجربه بسیار بزرگی است برای فوتبال افغانستان. ما پیشترم گفتم میتونیم ما خود ما را محک بزنیم، همکاران خود ما را محک بزنیم در برگزاری چنین مسابقات بزرگی که است. ما میتونیم حضور مردم عزیز افغانستان و علاقمندان فوتبال در استادیوم محک بزنیم که چقدر میتونن که از نزدیک حمایت بکنن تیم‌های ملی خودش. اگر ما در آینده بتونیم ان شاءالله بازی‌های دوستانه‌ای را در کابل برگزار بکنیم، همچنان ما میتونیم از داوران خود ما یک تجربه بسیار بزرگی است که بتونیم در این بازی استفاده بکنیم. داوران افغانی در دیدار برای ملی چیه برای تیم ملی فوتبال ما میتونه یک امتیاز خیلی خوب باشه. ما اگه بتونیم تیم ما رو خیلی زود جمع شون اینا و برای یک بازی دوستانه با فلسطین یا سوریه در کابل خیلی یک فرصت. من فکر میکنم چون تمام کشورها برنامه خاص خودش داره و این مکتوب بسیار دیر رسیده و این بازی از قبل هماهنگ شده، من فکر نمیکنم دو تیم فلسطین و سوریه بعد از اون بازی بتونن که در کابل باشن چون برنامه بعدی داره، ولی زمین ساز از این میشه که در آینده ما بتونیم وقتی اونا ببینن که کابل به خوبی ازشان میزبانی میکنه انشاءالله و میتونه که یک مسابقه خیلی مهم در کابل برگزار بکنه، میتونه که دیگر کشورها را متیقن بسازه که میتونن به کابل برن، میتونن در افغانستان برن و به بازی بپردازن و همچنان این دو کشور میتونن که در آینده نزدیک در یک بازی دوستانه در کابل دوباره حضور پیدا بکنه و همچنان که فدراسیون فوتبال افغانستان بعد از آخرین بازی که در جام جهانی داشتیم و صعود کردیم به جام ملت‌ها مرحله بعدیش، یادآور شده بود مقامات فدراسیون فوتبال افغانستان و مقامات تیم ملی که روی از این کار میکنن که یک بازی دوستانه برای تیم ملی در کابل داشته باشن و در کابل بتونن که یک بازی دوستانه را برگزار بکنن با کشورهای همسایه، که یک آمادگی بسیار خوب میشه اگه بازی در کابل برگزار بشه و همچنان ما میتونیم خیلی راحت با یکی از این دو تیم یک بازی دوستانه در آینده نزدیک با دوباره در کابل داشته باشیم. عکس اول دولت چی بود بعد از اینکه شما درخواست فدراسیون فوتبال فلسطین به اونا پیش کردین؟ اونا چی عکس عمل نشون دادن از خودشون؟ ما فعلا منتظر هستیم. اونا حتما صحبت های دارن با مقامات خودشان، با مقامات دولتی و همچنان مقامات امنیتی که تمام شرایط اونا میسنجن و بعد از او برای فدراسیون فوتبال افغانستان اعلام خواهند کرد. تا چه اندازه ریاست فدراسیون فوتبال امیال متعقن است که دولت بخواهی را قبول کنه؟ ما امیدوار هستیم که قبول بکنه انشالله و امیدوار هستیم که برای دو تیم هم اتفاق خاصی نیفته بیان به کابل، چون خدای نکرده اگه قبول بشه و خدای نکرده کوچکترین اتفاقی بیفته خیلی ضربه میتونه بزنه به فوتبال افغانستان. یک بحثش نکات مثبتی است که داره و یک بحثش نکات منفی است که داره، که امیدوار هستیم هیچ نکات منفی نباشه و مقامات حکومتی، دولتی، دیپلماسی و فدراسیون فوتبال افغانستان تمام جوانب را مد نظر بگیره و اعلام آمادگی بکنه برای این بازی، انشالله که با بتونیم که از نکات منفی که در ضرر فوتبال افغانستان است بتونیم که از او دور باشیم. یکی از موضوعاتی که تقریبا میشه گفت اوایل زمستان گذشته بر ما رخ داد مسئله استادیوم پیروزی بود، یامو ویکتوری که در آمریکا طرحش ریخته شد توسط تجار و مؤسسه محمد علی کلی به همراه فدراسیون فوتبال افغانستان. ما بر فعلا در کل افغانستان یک استادیوم آنچنان بزرگ و دارای گنجایش بالا و لحاظ تمام استانداردها پوره نداریم در افغانستان. چی شد این استادیوم پیروزی؟ تا کجا کارش پیش رفته و ما کی میتونیم این استادیوم را در دسترس مردم ببینیم؟ که پروژه اصلا آغاز میشه؟ آخرین نشستی که مقامات استادیوم پیروزی داشتن 15 اپریل بود که چند روز قبل برگزار شد در ورجینیای آمریکا و تمام صحبت‌ها شد، تمام کسانی که قرار است این پروژه را پیش ببرن. فدراسیون فوتبال افغانستان کاملا آماده است. اونا فقط منتظر یک زمین هستن که نزدیک باشه به شهر کابل و همچنان زمینی باشه که در اختیار او پروژه قرار بگیره و اونا بتونن از او استفاده بکنن، که انشالله من فکر میکنم کارش
نهایی است و کار ابتداییش نهایی است و به زودی اونا به کابل خواهند آمد و آخرین نشستشان در کابل هست و از نزدیک قرارداد بسته میشه با فدراسیون فوتبال افغانستان و کار ساختش آغاز میشه. چندین مکان ها را دیدن در چند نقطه کابل، بس مشخص نیست، هنوز مشخص نیست، چند نقطه را دیدن و چند مکان را دیدن، منتظر از هستند که بعد از اون نشستی که در ورجینیا داشتن دوباره بیان به کابل و آخرین نشست خود در کابل داشته باشن و این مکان هایی که انتخاب شده را از نزدیک ببینن و یک شناهایی بکنن و بتونن که کار خودشون شروع کنن. بسیار خوب، بیم سر مسئله بعض شایعات که گهگاهی در صفحات مجازی در بلخص در فیسبوک بیشتر برام افته که بر صورت مبنی بر بعض خبرهایی که پیش از اینکه فدراسیون فوتبال رو در صفحه خودش و در وبسایت خودش اعلان کنه از بعض صفحات مجازی خارج میشه. شما دیروز گفتین که اینا همگی شایعه است و تا ما خبر را بیرون نتیم هیچ خبر قابل تایید نیست. گهگاهی دیده شده که بعض خبرهایی که پیش از این که شما اعلان کنین داده شده و بعداً تایید شده از طرف شما و او را خبر نش کردین. چرا فدراسیون فوتبال پیش از اینکه بقیه در صفحات مجازی خودشان اقدام کنن اقدام به نشر خبر نمی کنن؟ آیا هنوز قضیه کاملا تثبیت نشده یا نی هنوز رسما امضا نشده؟ شایعه است، شما میگین شایعه است، ولی هر خبر شما به عنوان یک خبرنگار تا موثق نباشه، تا نهایی نشده نمیتونید نشر کنید. اون صفحات اجتماعی که هست برایشان مهم نیست، یا میشه یا نمیشه، بالاخره خبر خود میدن و رسمیت آن چنانی هم ندارن، فقط به خاطر اینکه بتونن لایک بگیرن، بتونن مردم فکرشان مخشوش بسازن یک خبری رو نشر میکنن. بعضی اوقات خبر به واقعیت تبدیل میشه، بعضی وقتا هم نمیشه به واقعیت، ولی اونا برایشان مهم هم نیست. ولی وقتی ما بخوایم یک خبری که هنوز نهایی نشده او رو نشر بکنیم و بعدا او نهایی نشه و یا او مربی یا او فدراسیون یا ما قبول نکنیم و او امضا نشه، میتونه ضربه سنگین باشه به اعتبار فدراسیون فوتبال افغانستان. شما به عنوان یک خبرنگار کاملا از این در جریان هستیم، ولی کسانی که او صفحات اجتماعی را پیش میبرن خودشان اصلا خبرنگار نیستن و اصلا آشنایی ندارن با دنیای خبرنگاری. من نمیخوایم بهشان توهین کنم، خدای نکرده، با تمامشان من از نزدیک آشنایی دارم و میشناسمشان. بعضی خبرهای بسیار امیدوار کننده هم دارن که ازشان تشکری میکنیم، ولی خواهش میکنیم ازشان که تا خبر تایید نشده، تا خبر نهایی نشده، نشر نکنن. و شما گفتین که چرا اونا قبل از فدراسیون نشر میکنن شما نشر نمیکنین. ما منتظر هستیم که کاملا نهایی بشه، قرارداد امضا بشه یک موضوع و نهایی بشه، و بعد از اونا پیشتر هم گفتم که مهم نیست وقتی یک خبر نشر میکنه چه تکذیب بشه چه نهایی بشه، بالاخره اون خبر خود را زده و لایک ها و کامنت های خود به قول معروف گرفته و تانسته خودش مطرح بسازه. اکثریت به خاطر مطرح کردن خودشان دست به چنین اقداماتی میزنن و چنین صفحاتی را راه میندازن، ولی بعضی صفحات اجتماعی است و بخصوصا کسایی که بازم به شایعات دست میزنن که خیلی ریز و زیرکانه تحلیل میکنن فوتبال، انتقاد میکنن، انتقاد سالم میکنن، خیلی نکات مثبت به گوش ما میرسانن که از اونایش هم نمیتونیم ما فراموش بکنیم و بتونیم بگیم که اونایش هم نادرست است. خیلی از بعضی صحبتهایی داره، بعضی تحلیلهایی داره که خیلی به درد فوتبال افغانستان میخوره، ولی بعضی این شایعات میتونه که به اعتبار او صفحه و همچنان به اعتبار او شخصی که این سفر رو پیش میبره لطمه بزنه، که امیدوار هستیم دست بکشن از این کارا. در گذشته هم چنین چیزی بود، بعضی صفحات اجتماعی بود که اصلا در بی‌نظم ساختن تیم ملی دست مستقیم داشت، اصلا همه گیری به جان همدیگر انداخته بود و همه گیری پشت ازی بودن که کی است که خبرها بهش میرسه که اصلا این کار میتونه که ضربه بزنه و او شخص و او صفحه خیلی مستقیم نقش داشت در برهم زدن تیم ملی فوتبال افغانستان و درس هایی که در تیم ملی فوتبال افغانستان به وجود شد، نقش مستقیم داشت که امیدوار هستیم و تقاضا میکنم از کسایی که صفحات پیش میبرن، بخصوص کسایی که به نام فوتبال خبرهایی را نشر میکنن، بیان و انتقاد بکنن، تحلیل بکنن، ولی دست به شایع پراکنی ها نزن. بسیار خوب، میم سر مسئله تیمای ملی فوتبال ما امسال، ما سال
مهمی رو پیش روی خواهیم داشت. تیم ملی فوتبال زنان ما در رقابت‌های جنوب آسیا قرار است برای تیم 14 سال ما تا دو سه هفته دیگر رای مسابقات فستیوال آسیایی زیر 14 سال هاست در تاجیکستان و همچنین به ترتیبش قرعه‌کشی رقابت‌های دور دوم مقدماتی جام ملت‌های آسیا برای ما خواهد بود و برنامه‌ریزی باید برای تیم ملی ما شود و ما سال خیلی مهم رو پیش روی داریم. چه خواهیم کرد و چه برنامه‌ای در فدراسیون فوتبال برای سال 1395؟ برنامه بسیار زیادی است در بخش بانوان افغانستان. طبق اعلامیه که از طرف فدراسیون فوتبال افغانستان داده شد، بانوان عزیز و هموطنان عزیز ما که در اروپا هستن، در ابتدا اونا در قالب دو تیم در هالند جمع خواهند شد و یک مسابقه را برگزار خواهند کرد بین خودشان و کادر رهبری تیم ملی فوتبال افغانستان و همچنان بخش فنی فوتبال افغانستان به اروپا سفر خواهد کرد. از نزدیک یک تیم منتخب بانوان اروپا بین مهاجرین افغان انتخاب خواهد شد. بعد از او سفر از اینا ادامه داره، به امریکا خواهند رفت و سه تیمی که در امریکا آماده شده بین اینا مسابقات و تورنمنت در امریکا برگزار خواهد شد و یک تیم منتخب از امریکا ایجاد خواهد شد و تیم منتخبی که در افغانستان هست، این سه تیم یک جایی میشن و بازی‌های رو بین هم دیگر برگزار میکنن و از میان این سه تیم منتخب در نهایت یک تیم ملی خوبی که قرار است در مسابقات جنوب آسیا بتونه مثل آقایان نتیجه خوب بگیره و زنگ تفریح نباشه انتخاب خواهد شد. کی برگزار خواهد شد مسابقات جنوب آسیا؟ کی است بر مسابقات جنوب آسیا؟ اواخر سال 2016 و اوایل سال 2017 است و ما وقت مناسبی داریم برای این مسابقات. بعد از یک دوردگاه تمرینی برای تیم، وقتی که تیم نهایی بشه روی دست است، دو سه بازی دوستانه برای تیم ملی بانوان روی دست است. ما یک کمپ تمرین در هانگ کانگ خواهیم داشت و یکی از مربیایی که قراردادش نهایی است از خانم‌ها مربی دروازه‌بان‌های تیم ملی فوتبال افغانستان است که خودش یک آکادمی در هانگ کانگ داره برای بانوان و او قرار است که یک کمپ تمرینی را برای تیم ملی در هانگ کانگ داشته باشه و بیشتر روی دروازه‌بان‌های تیم ملی فوتبال بانوان کار کنه. بعد از او از هانگ کانگ به مالدیف خواهند رفت و در جنوب آسیا در مالدیف که امسال در مالدیف به میزبانی مالدیف برگزار میشه تیم ملی فوتبال بانوان حضور داره. یعنی یک سال بسیار پرکار داره کمیته بانوان فدراسیون فوتبال افغانستان، مقامات فدراسیون فوتبال افغانستان و همچنان دوستان و همکاران عزیز ما که در اروپا به نمایندگی کار میکنند. در اروپا خانم خالد پوپل مسئول سابق کمیته بانوان و همچنان بازیکن تیم ملی، کاپیتان تیم ملی سابق فوتبال بانوان به نمایندگی از فدراسیون فوتبال افغانستان داره با بازیکن‌ها صحبت میکنه و اونا را جمع میکنه و نماینده رسمی فدراسیون فوتبال افغانستان در بخش بانوان در اروپا و همچنان ارگان‌های ورزشی که در آمریکا کار میکنند به نمایندگی از فدراسیون در آمریکا حضور دارن و تیم‌ها را آماده می‌سازن. همه دست به دست هم دادن تا امسال بتونیم انشالله در بخش بانوان نتیجه بگیریم. و تیم‌های ملی را فراموش نکنیم که بر صورت در رده 14 سال ما گفتیم که فستیوال تاجیکستان را پیش روی داریم، کدام کشورها با ما در اونجا حضور خواهند داشت و بعد از او همچنین تیم‌های دیگه ما 14 سال، 18 سال و تیم ملی فوتبال. امسال در رده های سنی فقط تیم 14 سال ما مسابقه رسمی داره در سال 2016 که تا 20 روز دیگه از تاجیکستان خواهند شد. این مسابقات مسابقات جنوب و مرکز آسیا است که کشورهای جنوب و مرکز آسیا در تاجیکستان گرده هم جمع خواهند شد و همچنان که شما گفتین فستیوال است و یک روز قبل از این مسابقات کشورها قرعه کشی میشن و با همدیگر به مساف همدیگر میرن. یک خبر خوش از این مسابقاتی است که ما برای نخستین بار نماینده صحی افسی را یک دکتر افغانستان داریم، دکتر بهرام صدیقی. خوشبختانه کلاسایی را که سپری کرد، با تیم ملی سفرهایی را که داشت و استعداد خودش را که تانست به رخ افسی و کنفدراسیون فوتبال آسیا بکشن، بالاخره نماینده رسمی صحی افسی در این مسابقات جنوب آسیا دکتر بهرام صدیقی از دکتر افغانستان هست که یک پست واقعا بزرگ است برای فدراسیون فوتبال افغانستان، برای دکتر بهرام صدیقی دکتر تیم ملی فوتبال کشور، دکتر تیم ملی فوتبال کشور و دکتر رسمی و مسئول صحی برگزاری مسابقات 14 سال برای نخستین بار یک دکتر افغانی است که برایش آرزوی موفقیت میکنه و این کارها میتونه زیاد تاثیر داشته باشه. در کنار از اون تیم ملی ما میتونه با روحیه وارد بشه وقتی که میبینه که مسئول صحی این مسابقات یا کسی که چک میکنه بازیکنان از خود افغانستان است و نماینده افسی است و این نشان میده که فوتبال افغانستان در اکثر بخش ها حتی در بخش صحی خود کارهای بسیار
بزرگی را کرده که نمونهش ما میبینیم در 20 روز بعد انشاءالله در مسابقاتی که در تاجیکستان. تیم ملی فوتبال ما ماه جون روزای فیفا دی داریم، ماه اکتبر روزای فیفا دی داریم. برنامه‌ریزی شده برای بازی دوستانه، چرا که بعضی شایعات مبنی بر اینکه با یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس قرار بود پیش از اینکه ما اصلا به مسابقات مقدماتی جام جهانی بیایم و جام ملت‌های آسیا، همین بازی آخری که انجام دادیم با ژاپن و تیم ملی فوتبال سنگاپور، ما بازی دوستانه با یکی از کشورهای عرب داشته باشیم، اما نشد به خاطر اینکه زمان ضیق بود و امکان برگزاری بازی دوستانه نشد. آیا امکانی است که ما بازی دوستانه در چند ماه آینده میدادی داشته باشیم؟ بله، بدون بازی دوستانه تیم ملی اصلا نیست و تیم ملی برنامه داره. یک از شایعاتی که همین صفحات اجتماعی دارن این است که تیم ملی بازی دوستانه ندارن و اصلا روی فوتبال و تیم ملی یعنی در سکوت هست، که با این عنوان ذکر شده بود که چیزی نیست و صحبت ها با 4-5 کشور شده، یک بازی در کابل و یک بازی بیرون از کابل برای تیم ملی فوتبال افغانستان روی دست است که انشاءالله بتونیم که یک از کشورها یا چند کشور بتونن که موافقه بکنن و برنامه خاصی در روزهای فیفا دی نداشته باشن و اعلام آمادگی بکنن برای فوتبال افغانستان، که به احتمال یقین دو کشور ما انتخاب خواهیم کرد، دو کشوری که با 5-6 کشور که در تماس شدیم، دو تا از کشورها میتونه که بازی دوستانه داشته باشن با فوتبال افغانستان. بسیار خوب، تشکر آقای کاظمی، امیدوارم که هر چیز تر دولت جواب مثبت بده به برگزاری بازی دوستانه فلسطین و سوریه در کابل، تا شاید یک میزبانی دیگر در کابل باشیم بعد از مدت ها و انشالله یک جهش و یک گام بلند باشه برای فوتبال افغانستان. انشالله. سپاس فراوان از یاری شما جان تا این دم. بر صورت ما هم آرزو میکنیم که فوتبال افغانستان اونطور که روند رو به رشد خودش رو داره تعیین میکنه، روز به روز وضعیتش بهتر شوه و آرزو میکنیم که به هر صورت وضعیتی که حالا یک شانس خیلی خوبه که بر ما پیش آمده را دولت ما از دست نده و ما شاهد برگزاری بازی فلسطین و سوریه در کابل باشیم. پاکستان هرگز عملیات را علیه طالبان افغان در خاکش راه اندازی نمی کند. سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی نخست وزیر پاکستان با ابراز این مطلب درخواست رئیس جمهور غنی برای اقدام نظامی علیه فرماندهان طالبان در خاکش را رد کرده، بر ادامه گفتگو با طالبان برای پایان جنگ افغانستان تاکید می کند. اما ریاست جمهوری جنگ کنونی افغانستان را تحمیل شده از سوی پاکستان می دارد. به خاطر بحث بیشتر در این باره آقای محمد عیار محمد عمر عیار رئیس حزب افغانستان واحد را در استودیو با خود داریم. آقای عیار خیلی خوش آمدین به بحث امروز. در نخست میخوایم بپرسم که این حرف آقای عزیز میتونه به چه معنا باشه؟ پاکستان چه تعریفی داره از گفتگوهای صلح با این که خودش نمیخواد عملیات نظامی در خاکش بر علیه طالبان انجام بده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به اجازه شما، همکارای تکنیکی شما، بیننده های تلویزیون، اصلا حکومت پاکستان در بنیاد بزنسش یا تجارتش بالای تروریست ها و افراد بنیادگرا، افرادی که واقعا درد سر نه تنها برای مردم افغانستان بلکه برای بشریت شدن، اونا از این طریق بزنس و تجارت میکنن. به این مفهوم که تمام تروریست های منطقه و جهان در پاکستان تربیه میشن، اونجا مراکز تربیهشان هست و در ای از امی طریق متاسفانه که تحت عنوان مبارزه علیه تروریسم حتی بعضی از کشورها برش کمک میکنن. بنابراین به حرفایی که دولت افغانستان یا حکومت وحدت ملی با پاکستان داره، پاکستانی ها به این حرفا اتکا نمی کنن و گوش نمی تن و فقط وقت کمایی کردن در زمستان هم تا امو گروپ های تروریستی خود دوباره تجهیز کنن و غرض عملیات ها به افغانستان روان کنن. اونا وقت کمایی کردن برای خود، ولی در واقعیتش این مسئولیت جامعه جهانی داره، علل خصوص کشورهایی که با پاکستان روابط نزدیک دارن و
کشورهایی که پاکستان سالانه صدها میلیون دلار به خاطر مبارزه علیه تروریسم کمک میکنن، اونا مسئولیت دارن که جلوی ازیرا بگیرن تا مراکز تربیه و تجهیزی که تروریست‌ها در پاکستان هست و بسته شوه. نه تنها برای افغانستان اونا روان میکنن یا مرکز طالبان اونجا هست یا قرارگاه‌هایشان هست یا مراکز اکمالاتیشان هست، بلکه این مرکز تربیه تروریست‌های کل منطقه و جهان است. حتی اینا در قسمت‌های چین، در نقاط مختلف منطقه ما و جهان اینا فعالیت‌های تخریبی خود انجام میدن. هر تروریستی را که شما در هر نقطه دنیا پیدا میکنین، سر از او یا پای از او از پاکستان میبره. بنان واقعا حکومت وحدت ملی تلاش‌های خود کرد، دیدگاهی که به ارتباط صلح داشت او را انجام داد و آنچه که در توان مردم افغانستان بود اونا هم حمایت کردن از برنامه صلح حکومت وحدت ملی تا واقعا صلح اینجا تامین شود. از هر کسی دیگه کرده مردم افغانستان رنج، بدبختی، جنگ بیشتر دیدن و بیشتر طرفدار صلح هستن، ولی متاسفانه پاکستانی ها نمیخوان این کارو بکنن. امیدوار هستیم که از این موضوع، از توان حکومت وحدت ملی بالا است، امیدواریم و بایست که جامعه جهانی باید بالای پاکستان فشار بیارن و کمک‌ها را قطع کنن، تعزیرات بالایش وضع کنن و شکایتی را که حکومت وحدت ملی به شورای امنیت کردن یا میکنن او را با دقت بررسی کنن. و نیاز به بررسی نیست، همه دنیا میدانه که پاکستان مداخله میکنه و همه دنیا میدانه که در پاکستان مراکز تربیه و تجهیز تروریست است. نیاز است که جامعه جهانی تحریم‌ها را وضع کنه، با دقت شورای امنیت فیصله کنه و بالای پاکستان اگر میخواد جامعه جهانی واقعا بشریت در آرامش زندگی کنه فشار بره بالای پاکستان. تمام آن چیزی که در کشورهای عربی یا در کشورهای او در اونجا هم که اگر مشکل چالشی هست، اگر ببینین افرادی که در رهبری از اونها هستن گذشته ها در پاکستان بودن، امروز اینمیا هستن که درد سر بر تمام بشریت شدن. نه در کشورهای اروپایی، در حتی در امریکا اسامه در کجا بود، از کجا پیدا شد و چرا پوتش کرده بودن و کسی که همکاری کرد امرای قوتهای امریکایی او گرفتار شد و دکتر چرا تا فعلا بندی هست. تمام این می اسناد و شواهد مدارکی است که کافی است. آقای ایرای، حکومت افغانستان میتونه که به خاطر که از جامعه جهانی کمک بخواد به جای پاکستان از امریکا یا کشور دیگر بخواد که عملیات نظامی برای طالبان در پاکستان هم داشته باشن، به علاوه این که در افغانستان دارن. بسیار موضوع خوب شما مطرح کردین. به اساس فیصله ای که داره جامعه جهانی در مقابل تروریست ها و سرکوب تروریست ها، نیاز به این نیست که افغانستان پیشنهاد کنه. تثبیت است که مراکز تروریستی در پاکستان تثبیت است، ناتو و جامعه جهانی باید بالایش عملیات بکنن. این نیاز نیست که دیگه افغانستان حتی پیشنهاد کنه، به خاطر از اینکه فیصله کردن که در هر نقطه دنیا که باید تروریست ها میباشن امریکایی ها گفتن که ما علیش عملیات میکنیم، پس چرا نمیکنن؟ و اگر نمیکنن بعد از این هر قدر انسانی که در هر نقطه از جهان از اثر عملیات تروریستی تلف میشه، مسئولیت از این کشورهای قدرتمند دنیا داره. بله، حالا فکر میکنین که این اقدامی که از شورای امنیت خواستن، که برای از طرف شورای امنیت جهانی خواستن در برابر پاکستان شکایت بکنن، آیا اقدام درستی است و به موقع است؟ آیا ما فرصت در دست داریم این کار انجام بدیم، با اینکه از یک طرف خود ما میخوایم عملیات نظامی در برابر پاکستان انجام بدیم و از یک طرف هم توقعی نداریم از گفتگوهای صلح از جانب پاکستان؟ ببینین، ما همیشه گفتیم که صلح نیاز است، ولی صلح با کسی باید بکنیم که او هم طرفدار صلح باشه و دست از جنگ که خشونت و کشتار بکشه. بازم ما یار با مزرعه دوباره به شما برخواهیم گشت، اما اکنون دعوت میکنم که بیننده نشست خبری سخنرانی اشتراک رئیس جمهور غنی در نشست مبارزه با مواد با فساد و از آریانا نیوز بیننده باشید. که در این زمینه ما کدام عدم موافقه نداریم، ما موافق هستیم که جامعه بین المللی و جامعه افغانستان متحد و همین هست که مشکل را مهار سازیم. مکمل دولت و همه ما باید به این مسئله رسیدگی بکنیم تا باید را درک بکنیم و فساد اداری را محو بکنیم. من نمیخواهم که مسائل اخلاقی و موضوعات اشاره بکنم. موضوعات اشاره شد. اکثریت مطلق مردم افغانستان استقبال به عمل آوردن از اصلاحات. مانع در سیستمی هست که به میراث گرفتیم و رابطه ای که در 14-15 سال اخیر ما مشترکاً در زمینه کار کردیم، از
ای که ما سرای مسائل عمومی گپ زدیم. من میخواهم که با اقداماتی که ما میخواهیم اتخاذ بکنیم چگونه فساد را مهار میکنیم به خدمت شما بگم. دو ماه پیش من یک چارچوب تحلیلی را ارائه کردم به سفرای محترم با ارتباط به ای که چی چیز محرک فساد هست. به شکل بسیار ساده محرکین آتی وجود دارد. اول مسئله نهادی، سیستم استخدام بیشتر توسط شیوع روابط هست بر ضوابط و این خودش باعث اینمی به قواعد را به شکل جور کرده هست که اکثر افراد خود را می آورند. نیاز است که ما باید وظایف عمده ادارات دولتی را مشخص بسازیم و باید میکانیزم هایی را ایجاد بکنیم که مردمان این کشور که آقایان ما هستند دولت را حسابده قرار بدهد. این یک تغییر عمده و عمیق فرهنگ است به خاطر که ما یک فرهنگ را با میراث گرفتیم که یک سلسله مراتب کاذب وجود داشته، غلط وجود داشته و به این باعث شده است که یک شخص کارمند دولت مثلا تسلط میگیرد. ما افراد را از جامعه مدنی آوردیم و این ساختیم و اولین کاری که او کرد این بوده که مثلا پلیس ازت به خاطر که پلیس را نمیخواست که فیلم سیاه را استفاده بکنه در معترکات. ببینین مسائلی نیست که تنها قانون تغییر بدی بلکه روش را تغییر بدی. و بعد دیگه که باید به او توجه بکنیم و باید بگیریم مسئله امنیت هست. ما بسیار زیاد سپاسگزار هستیم همکاری که ما تا حال به دست آوردیم، ولی قوای امنیتی ما انحصار مشروع قدرت را تمرین نمی کنند تا وقتی که اطمینان از این حاصل نشود که تنها قوای امنیتی کسانی باشند توانایی ای را داشته باشند که به همین شکل کار بکنند. خودشان اول باید حسابده باشند به خاطر که بزرگترین قراردادهای سکتور امنیتی جنرال های ما منحرف شدند که به جای از این که جنگ را مدیریت بکنن به جای از اون به قراردادها بیشتر پرداخته بودن. جهات ما وزیر سفارت آمریکا میگم به خاطر که توانستن که مثلا پاکاری بکنن 80 نفر جنرال ها البته و من یک چیز جدید را همچنین دیروز انتخاب کردم و بالخصوص در بخش تدارکات از جناب فاروقی صاحب تشکر میکنم به خاطر کار عالی که انجام دادن که تحقیقات کردن در بخش تدارکات. فقط یک مثال را به خدمت شما بگویم. جناب فاروقی صاحب ایرا به اساس مسائل تیوریتیکی گفتن یک قرارداد به خاطر نفت به خاطر تولید برق سال قبل 1.25 میلیارد بود. امسال این قراردادی 100 یا 200 میلیون نفت داده هست. شما تفاوتش را ببینید. ما جنرال صاحب جفیس البته من سپاسگزار هستم که اشتراک کرده و همچنان مشارکت استکار ما ده ها میلیارد افغانی را توانستیم که از قرارداد وزارت دفاع مثال بدم صرفه جویی بکنیم. مهمترین چیز ای هست که شهروندان ما تهدید می شود با از قدرت غیر مشروع استفاده غیر مشروع قدرت. تنها توریست ها نیست بلکه افراد مسلح هستند که از قدرت غیر مشروع استفاده می کنند و زبان خشونت عمدتا محرک فساد هست. یک قاضی که تهدید می شود یو قاضی سه گواخل کیگی یو ولسوالی که یو قاضی مثلا نمانی سه دزمک یو قماندان تا ورس باری دولتی سمکه اگه سری قاضی و حالا یو مگر راوستو کابل تا وستاده دی محکمی تر لانده دا داغا دیر مهمه دا سی باید امنیتی بخش که او همدار است زمانگ ناکامی سترسو انحصار که قدرت مشروع قدرت تنها دی امنیتی قواهو بلاس شوی دیتا بای بشار او سیو سکسی که امنیتی نهادونو که فساد مونگ زیفوی او دا غلطا اساسی موضوع داده چونگا باید با دی موضوع تو زند بو کسی دا غصیم فساد تشویق کون کی فساد تحریب کون کی اناسور دی یگام اداراتی که مسئولیتی رو دارن که از منافع شهروندان محافظت بکنن برعکس کار میکنن. شبکه های وجود دارد. باید بفهمیم. نقطه سوم مسئله اقتصادی هست.